ملاقات آقای کرزی و خانم رایس یک روز بعد از تصمیم غیر مترقبه رئیس جمهور افغانستان در مورد نادیده گرفتن پیشنهاد لویه جرگه مبنی بر امضای توافقنامه امنیتی و سرپیچی از امضای آن صورت گرفت. رئیس جمهور کرزی این تصمیم خود را در لویه جرگه مشورتی در حال اعلان کرد که اکثریت با آن موافقه کردند و رئیس جمهور را ترغیب کردند که توافقنامه را تا 31 ماه دسامبر امضا کند. بعد از اوگه مخالفت کردن ما میدونیم اول اینا ثابت اگر امضا نکنین ما خفه میشه میریم امضا کنین که مسئلت فیصله شود. همچنان آقای کرزی در جریان ملاقات روز دوشنبه گفت از تصمیم خود مبنی بر امضا نکردن توافقنامه صرف نظر نمی کند. او تصمیم دارد که جانشینش این توافقنامه را امضا کند. در عوض رئیس جمهور کرزی تقاضای جدید را پیشنهاد کرد. او ضمن تاکید بر موضع قبلی افغانستان گفت که قطع کامل عملیات نیروهای خارجی بر منازل مسکونی، آغاز صادقانه پروسه صلح و برگزاری انتخابات شفاف به موقع و همشمول از جمله شرایط می باشند که مردم افغانستان می خواهند از آن اطمینان حاصل کنند. به همین ترتیب یک تقاضای جدید دیگر این است که امریکا باید پیشنهاد لویه جرگه را در مورد آزادی زندانیان افغان از زندان گوانتانامو کیوبا مورد غور قرار دهد. حدود 20 افغان در حال حاضر در زندان گوانتانامو موجود است. ملاقات سوزن رایس و آقای کرزی در حال صورت گرفت که خانم رایس در اولین سفرش به افغانستان برای بازدید از عساکر امریکایی طی یک سفر 3 روزه از قبل اعلان نشده وارد آن کشور شد. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.